سپاس امتنان از اینکه همچنان با برنامه خودتان همراه هستید. بینندگان محترم، همونطور که خدمتتان به عرض رساندیم، موضوع صحبت امروز ما تحت عنوان آداب زندگی مؤمنانه هست که در واقع نگاهی خواهیم انداخت به روایت نورانی امیرالمومنین علیه السلام که در این وصایای ارزشمند آن حضرت خطاب به کمیل ابن زیاد مطالبی است که قطعا امروز کارآمد است برای زندگی ما و در واقع راه را روشن می سازه برای اینکه بتانیم طریق بندگی و سعادت را انشالله بپیماییم. در خدمت استاد گرانقدر دانشگاه و فاضل گرامی جناب استاد دکتر فصیحی هستیم تا انشالله از محضر ایشان بهرمند بشیم. جناب استاد عرض سلام داریم، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و عوامل محترم برنامه و همینطور بینندگان محترم برنامه عارفان عرض سلام و ادب و احترام دارم و برای همه شما آرزوی سلامتی و بهروزی داریم و در خدمت شما هست. زنده باشین. خدمت از ماست و خیلی تشکر جناب استاد فصیحی از حضور بسیار ارزشمند شما در این برنامه. آماده هستیم که باز هم انشاءالله حضرت عالی فرازهای دیگری از وصیت‌های امام امیرالمومنین علیه السلام که خطاب به جناب کمیل ابن زیاد فرمودن شرح و توضیح بفرمایید. خدمت شما عرض شود که همونطور که اعلام فرمودین در برنامه عارفانه تحت عنوان آداب زندگی مؤمنانه می نشینیم به پای صحبت های ارزنده و بسیار بسیار روح بخش حضرت امیر علیه السلام خطاب به جناب کمیل ابن زیاد. در بخش های قبلی یک محور خوبی را باز کردیم تحت عنوان همراهی با اهل بیت علیهم السلام، که یک بخشش برمیگشت به اینکه چرا ما با اهل بیت همراه باشیم. میخوایم این یک توضیح کوتاه بدیم که وصل کنیم به موضوع امروز. بسیار. یک سوال اینطوری مطرح کردیم که علت این که ما را سفارش کرده که همراهی با اهل بیت باشید چیست؟ گفتیم که با توجه به روایات و احادیثی که نقل شد، گفتیم که خب پیروی از متخصص یک چیز عقلی منطقیه، لذا همونطور که حضرت امیر در اون فرمایش خطاب جناب کمیل فرموده بود که من تمام ابواب علوم به رویم باز شده، و در اون فرمایش دیگر فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، خب پس معلوم میشه که متخصص در تمام علوم امیرالمؤمنین، پس از این لحاظ ما باید پیرو ایشان باشیم. از اون طرف پیامبر هم صلوات الله علیه فرمود من شهر علم علی دروازه آن است، پس بازم معلوم میشه که امیرالمؤمنین استاد تمام علوم است. بله. در فرمایش دیگر هم فرمود که علی مع الحق و الحق مع علی. در زندگی مؤمنانه که عنوان برنامه ما هست، خب یکی از اساسی ترین یا محوری ترین عناصر حق محوریه. درسته. مؤمن باید حق محور باشه، هر چی که دنبال هر چیز دیگه هم باشه باید دغدغه اصلیش، دغدغه معنوی اصلیش حق محوری باشه. بله. اگر قرار است محور حق علی باشه یا علی همراه حق، حق همراه علی باشه، پس بازم این عقل ایمانی ما اقتضا میکنه که پیرو اون حضرت باشه. سلام از الله علیه. بله. برای ورود به بحث امروز تحت عنوان نقش معرفت در زندگی مؤمنانه، خواستیم بگیم که خب اگر قرار ما پیرو امیرالمؤمنین علیه السلام و فرزندان معصومش باشیم، باید گوش جان بسپاریم به فرمایش های اون حضرت و اون حضرات که راهگشایی و چراغ راهی برای ما باشد تا در زندگی مؤمنانه نلغزیم. ای چه بسا مثلا ما فرضمان بر این باشه که ما داریم در مسیر درست حرکت میکنیم ولی اشتباه باشه، ولی وقتی که پا جای پای اونها میگذاریم، چون در تعریف شیعه گفتن که شیعه منشای علی، کسی که پا جای پای ایشان میگذاره، اگر پا جای پای ایشان گذاشتیم و پیروی ایشان بودیم، دیگه اون موقع مطمئن میشیم که راهی که میریم همون راهیه که به دنبالش هستیم. لذا حضرت در این فرازی که امروز آوردم خدمت شما، خطاب به جناب کمیل میفرماید یا کمیل ما من حرکت الا و انت محتاج فیها الى معرفه. بسیار عالی. در زندگی خب شناخت و معرفت یا آگاهی کلید اساسی و اصلیه. ما مثلا اگر هدفی نداشته باشیم و نسبت به اون هدف آگاهی و معرفت نداشته باشیم، خب یک زندگی کورکورانه و زندگی تقلیدی و زندگی سردرگمی خواهیم داشت. بله. برای اینکه زندگی ما ارزشمند باشه، و حالا طبق مباحثی که از فرمایش حضرت دنبال میکنیم، در زندگی مؤمنانه اگر قرار زندگی ما ارزشمند باشه و اون مؤمنانه بودن واقعا در زندگی ما مصداق و معنی پیدا بکنه،
طبق این فرمایش حضرت، یک راهش اینه که همیشه باید نسبت به زندگیمون هدفمند باشیم و معرفت و آگاهی داشته باشیم. بله. لذا حضرت میفرماید که تو هر حرکتی که در زندگی میخوای انجام بدی، یعنی یک چیز خیلی ریس، ما من حرکت الا و انت محتاج فیها الا معرفت، هر رفتاری، هر گفتاری، هر نگاهی، هر خورد و خوراکی، هر چیزی که در زندگی داشته باشی باید به اون نسبت به اون معرفتش. نسبت به پیامدش، نسبت به نتایجش معرفت و آگاهی داشته باشی. بله. معرفت و آگاهی نسبت به اون عمل یا اون رفتار یا اون کردار و گفتار به این معنا که باید وقتی میخوای اون کار انجام بدی پیامدش رو هم در نظر داشته باشی، متوجه شوی که اینمی کار، اینمی رفتار، اینمی گفتار، اینمی معامله، اینمی رو در روی با دیگران، اینمی خلاصه مهمانی رفتن، مهمانی گرفتن، هر کاری، حتی این عبادت نتیجهش فلان چیزه، نتیجهش به یک چیز خوبی منجر میشه و نتیجهش این میشه که ما را از مسیر مؤمنان زیستن خارج نمیکنه، اون موقع میتونی انجام بدی. در مقابل معرفت، خب معرفت ما در فارسی معمولا با عنوان بیداری، آگاهی و شناخت معنا میکنه، یعنی نسبت به هر عملی که میخوایم انجام بدیم باید آگاهی داشته باشیم. بله. چون که عمل غیر آگاهانه یا بدون آگاهی ارزشی نداره، مثل این که مثلا کودکی بدون هدف تیری به نشانه بزنه، خب اون ارزشی نداره. همینطور. از طرف دیگر باز در مقابل معرفت، در مقابل آگاهی و بیداری، غفلت و جهالت را داریم، صفت هایی که میتونه معرفت تحت شعاع قرار بده اگر قوی باشه و زیاد باشه. قرآن کریم هم جهل را و هم جاهلان را و هم غافلان را به شدت نکوهش کرده، هم نکوهش کرده و هم از طرف اینا را مورد ترحم قرار داده که باید از رو در روی با اینها پرهیز کرد. باید، یعنی عمل انسان غافل ارزش معنوی نداره، ارزش اینکه پاداشی برای اون در نظر گرفته باشه نداره. لذا با استفاده از این گفتار قرآنی که باز خدمت شما عرض میکنم به این نتیجه میرسیم که عمل مؤمنانه حتما باید همراه با معرفت باشه. بله. مثلا در یک جای خدای متعال به حضرت پیامبر سفارش میکنه که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. سه تا دستوری که خدا وقتی به پیامبر دستور میده، سه تا دستور کنار هم قرار میده. وقتی ما این سه تا رو کنار هم در نظر میگیریم میبینیم که اهمیت هر کدوم سر جای خودش خیلی خیلی بالاست. بله. یکی این که حالا یک سری انسان ها را قبلا دربارش صحبت کرده، بعد سفارش میکنه که خذ العفو، اونا رو ببخش، از گذشت استفاده کن، چنان که گذشت یک از خصلت های خوب مؤمنان هست که باز دربارش صحبت های زیادی میشه کرد. یکی این که وامر بالعرف، اینها رو به نیکی دستور بده، خوبی دستور بده و احسان دستور بده. و نکته آخر که میخوایم پول بزنیم به موضوع بحث ما، و اعرض عن الجاهلین، اما با جاهلان هیچ وقت رو در رو نشو. بله. برای اینکه جاهل با توجه به اون صفت زشتی که داره، جهل داره، وقتی که جهل بود یعنی چی؟ یعنی معرفت نیست. بله. یعنی شناخت آگاهی نیست، کاری که انجام میده از روی جهالت، از روی ناآگاهیه، هیچ وقت با اینا رو در رو نشو، برای اینکه اینها چیزی به قول معروف چیزی برای از دست دادن نداره، مثلا آبروی خودشون در بندش نیست. بله. تو باید خودت از اونها دور نگه داری، همونطور که در سوره مبارکه فرقان هم وقتی عباد الرحمن یا بندگان خاص خدا را خدای متعال تعریف میکنه، میفرماید که و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان مخلص یا بندگان خاص خدا کسانی هستن که یک از ویژگی هایشون اینه که وقتی در روی زمین راه میرن با تواضع راه میرن. بله. کبر و نخوت و تبختر ندارن. و یکی از صفات های دیگه شون اینه که و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هر وقت جاهلان، ناآگاهان، بی معرفتان با اینها رو در رو میشه، قرار با اینها چیزی بگه، قرار با اینها با جهالت برخورد بکنه، با اینها سلام میکنه. سلام گفتن به اینها یعنی که همون پرهیز از رو در روی با اینها، همون از کنار اینها با بزرگواری رد شدن. اینها، این فرمایشات قرآن کریم در کنار اون فرمایش حضرت امیر، این نکته رو به ما گوشزد میکنه که در زندگی باید با معرفت باشیم، در زندگی باید هر عملی، هر حرکتی، هر کاری که انجام میدهیم باید نسبت به پیامد اون شناخت و آگاهی داشته باشیم. مثلا یک آیه هست که همه در نماز غفیله میخوانه، در ماجرای حضرت یونس، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه.
میگه که یونس خب ماجراش معروفه دیگه، وقتی که از میان قومش یا از دست قومش ناامید شد و از میان اونها رفت، فظن ان نقدر علیه، او گمان کرد که خدا به من سخت نمیگیره، ولی وقتی که به اون کام ماهی و تارکی دریا گرفتار شد، فنادا ندا کرد که خدایا، فنادا ان لا کمک میکنیم، فنادا فی الظلمات، فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. من این تیکش میخواستم بگم که خدایا من از حد گذشته، من ستمکار، من در حق خود ظلم کردم، تو پاک و منزهی. همین که به محض این که آگاه شد، فاستجبنا له، به محض که با آگاهی تصمیم گرفت، با آگاهی با من حرف زد، با بیداری، با معرفت، به این معرفت رسید که این وظیفه من نبود که باید قوم ترک میکردم، باید منتظر میماندم که خدا به من چه دستور میده. لذا خدای متعال میفرماید که فاستجبنا له و نجیناه من الغم، ندایش را شنیدیم و او را از تاریکی نجات دادیم. در خدمت شما هستم. جزاکم الله خیر. زنده باشین جناب استاد، خیلی بهره مند شدیم. عزیزان بیننده خوشمند هستم، همچنان همراه برنامه خودتان باشین. پس از یک میان برنامه زیبایی که تقدیمتان خواهد شد، برمیگردیم و باز هم انشاءالله ببینیم که اولای ما امیرالمومنین علیه السلام چه وصیت ها و سفارشات نورانی دیگری برای ما دارند. خوشمند هستم، همراهی بفرمایید. از اینکه بیننده برنامه عارفانه هستین، از شما بینندگان محترم سیمانا تشکر میکنم. صحبت ما درباره شرح حدیث نورانی هست که مولای ما مولا الموحدین امیر المومنین علیه السلام وصیت هایی دارند به جناب کمیل ابن زیاد، که این وصیت ها در واقع برای هر انسان آزاده ای هست که به دنبال یافتن حق و سعادت باشه. در این فرازی که جناب استاد در بخش قبلی شرح فرمودن، حضرت فرمودن که هیچ حرکت و تصمیمی در زندگی نیست مگر اینکه تو برای انجامش نیاز به معرفت و آگاهی داری. این علم و آگاهی یکی از مهمترین تکالیفی است که ما برای هر کاری داشته باشیم، با توجه به اینکه زندگی این دنیا در واقع مقدمه ای هست برای اصل زندگانی ما در عالم بعد از این دنیا. باید تمام حرکات و سکنات و تصامیم ما مبتنی بر معرفت و آگاهی باشه. با کسب اجازه از استاد خودم جناب آقای دکتر فصیحی، یکی از فرمایشات بسیار نورانی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را که خطاب به جناب هشام بن حکم فرمودن تقدیم میکنیم. حضرت فرمودن لا نجات الا بالطاعه، هیچ راهی برای نجات نیست مگر طاعت پروردگار متعال، و طاعت بالعلم، و طاعت الهی هم متوقف است بر اینکه کسب علم و دانش و آگاهی داشته باشیم. و العلم بالتعلم، و برای اینکه به علم دست پیدا کنی راهی جز این نیست که تعلم کنی و زانوی تلمذ و شاگردی بزنی در پیشگاه کسانی که مخزن علم الهی هستند، یعنی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. بفهمید استاد. معرفت یکی از بزرگترین و بهترین نعمتهای پروردگار هست که به بندگانش ارزانه می داره، و زندگی مؤمنانه اگر بر مدار معرفت نچرخه و بر پایه های معرفت استوار نباشه، اصلا مؤمنانه بودن درش صدق نمی کنه. چون که حضرت پیامبر صلوات الله علیه می فرماید که انما الاعمال بالنیات، عمل خیر، عمل عبادی، عمل معنوی بر اساس نیت ها پاداش داده میشه، بر اساس نیت ها پذیرفته یا رد میشه، و بر اساس همون نیت ها هم اثر وضعیش رو در زندگی مؤمنانه یا زندگی انسان مؤمن میگذارد. اگر این نیت نباشه یا نیت بد باشه، دیگه مؤمنانه بودن زندگی از کجا باید تأمین شه؟ این سوال داشته باشیم. این برای از این عرض کردیم که بگوییم که اصلا ایمان بدون نیت، ایمان بدون معرفت شکل نمیگیره. همونطور که ما در قرآن داریم که ادعای را ملامت و سرزنش میکنه به خاطر از اینکه ادعای اونا اینه که ما راه پیامبر را شما چی هست، ما با همون راهی میریم که آبا و اجدادمون رفتن. این نکته رو داشته باشیم. میخوام بگیم که اگر در ایمان حتی ماهایی هم که ادعای مؤمن بودن داریم، ادعای مسلمان بودن داریم، اگر به میزان معرفت خودمان، به اندازه توان علمی و عقلی خودمان معرفت نداشته باشیم، در واقع میشه زندگی ما زندگی تقلیدی از بزرگان و پیشوایان پدران و مادران ما. درست ممکنه به خاطر اینکه ما پیرو راه پدران و مادران ما ادامه میدیم، چون راه از اونا درست بوده، به این خاطر مؤاخذه نمیشیم که شما راه انحراف رفته. راه ما درسته،
ما داریم درباره ارزشمندی راه حرف میزنیم. میگیم وقتی این راه ما ارزشمنده که ما به اندازه عقلمان، به اندازه توانمان، به اندازه علم و آگاهی و دانایی ما نسبت به این راه معرفت داشته باشیم، مطمئن باشیم که این راهی که آمدیم و این راهی که ما به اون ایمان آوردیم بر اساس معرفتی است که ما داریم. بله. لذا حضرت امیر به جناب کمیل فرمود که تمام ریز و درشت حرکات و سکنات در زندگی باید همراه با معرفت باشه. بله. که اگر نباشه ارزشی نخواهد داشت. در این روایت نورانی یا وصایای نورانی که حضرت داره یک سری نکات بسیار ریز ریزی نهفته است که با توجه به همون نکات ریز ما اسم این سلسله برنامه رو گذاشتیم با کمک شما آداب زندگی مؤمنانه. بله. لذا در ادامه حضرت می فرماید که یا کمیل اذا اکلت الطعام فسم بسم الذی لا یضر مع اسمه داء. بله. آداب چی؟ غذا خوردن. غذا خوردن. بله. ببین حضرات معصومین از بس که دغدغه هدایت و سعادت پیروانشون را داشته خواسته حتی راه و روش غذا خوردن درست را هم به اینا یاد بده که با استفاده از این راه و روش به پیمایش راه کمال سعادت کمک کنه. بسیار. وگرنه غذا خوردن یک چیز طبیعیه، همه ما غذا به غذا نیاز داریم و بالاخره میخوریم یک رقمی. بله. اما این جنبه معنویش، این جنبه اثرگذاریش در مسیر کمال سعادت را متوجه نمیشه. درست. چون چیزای خیلی ریز ریزی هست که ما نمیتونیم به اونا دقت کنیم یا اصلا برای ما ممکنه اهمیتی نداشته باشه. اما به فرمایش شما وقتی که زانوی تلمذ میزنیم در محضر حضرات معصومین، اونها آداب غذا خوردن هم به ما یاد میده تا همین کار طبیعی، یک کار خیلی خیلی طبیعیه که همه ما انجام میدیم، همین کار طبیعی ما هم در مسیر کمال کمک کار یا کمک حال ما باشه. بحب. ما رو کمک کن. لذا حضرت میفرماید که ای کمیل وقتی که غذا خوردی اذا اکلت الطعام فسم بسم الذی لا یضر مع اسمه داء. ببین چی رو به چی گره میزنه. میگه که وقتی به غذا خوردن شروع کردین با نام خدا شروع کن. بله، با بسم الله. یعنی یکی از آداب غذا خوردن اینه که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم. اما فلسفه این چیه؟ اینش مهمه. ما خیلی وقتا ممکنه از بزرگترایمون یاد گرفتیم که غذا رو با بسم الله شروع کنیم. بله. شاید اینش هم یاد گرفتیم که میگه بسم الله در ادامه حدیث میه که بسم الله که در سر سفره میگیم باعث برکت غذا میشه. درسته. ولی حضرت در یک نکته خیلی ریز دیگه یک فلسفه خیلی مهمتر را اشاره میکنه که ما از اون غافلیم، نمیدونیم. حضرت میگه که لا یضر مع اسمه داء و فیه شفاء من کل الاسواء. میگه این علتی که میگیم غذا رو با نام خدا شروع کن اینه که اسم خدا شفای همه درد هاست. در دعای کمیل هم چی میگه؟ یا من اسمه دوا و ذکره شفا. این نکته رو میخوایی به ما یاد بده که شما اینمی غذای طبیعی را هم که میخورین اگر با نام یاد خدا باشه. در جلسات قبل اون آیه رو خواندم که خدا میگه اذکرونی اذکرکم. بله. اینجا شما با غذا خوردن به یاد خدا هستین، اونمو یاد خدا از نظر روحی روانی یک آرامش روحی به شما میده که باعث میشه شما با حالت خاص غذا بخورین و از اون طرف هم چون به یاد خدا هستین خدا هم به یاد شما هست. اینمی یاد خدا، ذکر خدا، به زبان آوردن نام خدا حضرت میگه که برای شما میشه شفا. وقتی شما با نام خدا غذا میخورین هیچ دردی به شما سرایت نمیکنه از نهای این غذا. ممکنه منظور حضرت از دردی که منظورش هست دردهای معنوی باشه، ممکنه مثلا آوردن تاریکی در برای دل انسان باشه. میگه شما وقتی با یاد خدا غذا میخورین این تاریکی ها، این دردها از شما دور میشه. ببینین پس یکی دیگه از آداب زندگی مؤمنانه این شد که غذا را با یاد خدا شروع کنیم. سر سفره که میشینیم با یاد خدا شروع کنیم. البته در ادامه باز نکات دیگه ای را هم عرض میکنم. منتها خب این حدیث هم از زبان حضرت پیامبر بخوانیم. در ادامه فرمایش حضرت امیر که معروف است به حدیث معراج، یک حدیث خیلی طولانیه، در بخش از این حدیث معراج خدای متعال خطاب به پیامبرش میفرماید که من ترجمهش رو میخونم. ای احمد اگر خوردن و آشامیدنت پاک باشد در حفظ و حمایت من هستی. بله. پس چی شد وقتی آدمی که حواسش جمعه که غذا رو با نام یاد خدا بخوره، یعنی در این حد مؤمنه. بله. و در این حد پیرو اهل بیته. پس با این حال حواسش اونجا هم هست که این غذا رو قبل از اینکه سر سفره بیاره به حلال بودن و حرام بودنش هم دقت داشته باشه. دقیق.
بله. چون که فرمایش قرآن کریم هم هست که به پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه سفارش میکنه که از طیبات بخور. غذا دو تا ویژگی میتونه داشته باشه، یکی طیب باشه یکی طاهر یا حلال، یعنی هم بهداشتی باشه، میکروب نداشته باشه و از طرف دیگه هم از راه حلال تهیه شده باشه. پس کسی که قرار مؤمنانه زندگی کنه و بر اساس فرمایش دین اسلام زندگی کنه و بر اساس فرمایش حضرات معصومین که پیشوایان ما هستن زندگی کنیم، بنابراین باید حواس ما به این جنبه های غذا هم باشه. لذا حضرت این نکته بسیار بسیار ریزه با ما گشتت میکنه و یاد میده که نه تنها این که با یاد خدا غذا بخورین، اون فلسفهش رو هم در نظر داشته باشین که اگر با یاد خدا غذا بخورین، این یاد خدا باعث میشه که شما از دردها، از دردهای معنوی، از تاریکی های دل در امان باشید. و البته جناب استاد قطعا روی به اصطلاح در امان ماندن انسان از دردهای جسمی هم هست، مانند مشکلات هاضمه، معده، و خیلی از وقتا آدم واقعا با تجربه میتونه به این مطلب برسه که اگر با نام خداوند متعال غذا را آغاز بکنه، قطعا خیلی از این از کنیم که مشکلات هاضموی و دردهای جسمی هم که مربوط میشه به بحث سیستم هاضمه قطعا از انسان دور میشه. خدا شما خیر بده جناب استاد. باز هم اشاره فرصت داریم که در بخش بعدی خدمت از تالی باشیم و مطالب ارزشمند شما را بشنویم. بیننده برای محترم از شما درخواست میکنیم که همراهی بفرمایید. تکمیم برنامه زیبای دیگر و مناجات بسیار دل نوازی آماده پخش هست خدمت شما تقدیم میشه. انشاءالله برمیگردیم تا در دقایق واپسین برنامه باز هم بپردازیم به شرح کلمات نورانی امیرالمومنین علیه السلام. تشکر میکنم از اینکه بیننده برنامه عارفانه هستین. رسیدیم به فرازهای از سفارشات مولا الموحدین و امیر المومنین علیه السلام که خطاب به جناب کمیل و در واقع به همه ما حضرت دستور فرمودن که چگونه در یک زندگی مؤمنانه بتونیم در بخش آداب غذا خوردن این توصیه ها و سفارش ها را عمل بکنیم و چقدر میتونه برای ما آثار و برکات و فواید داشته باشه. در خدمت شما هستیم استاد، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. درباره حلال بودن و پاک بودن غذا صحبت میکردیم طبق فرمایش حضرت امیر. حالا این آیه را هم زمینه فرمایش حضرت امیر بکنیم که به انسان ها سفارش میکنه که غذایی که میخورین باید این دو تا ویژگی رو داشته باشه، حلالا طیبا. اولا جلو انسان ها رو باز میگذره، میگه که کلوا مما فی الارض، هر چی روی زمین هست نوش جان شما، ولی این دو تا ویژگی رو باید غذای شما داشته باشه. یکی این که حلال باشه، یکی این که طیب باشه. طیب بشه همون بهداشتی باشه و حلال بودنش هم یعنی از راه حرام تهیه نشده باشه. این تکش پیشتر هم توضیح دادیم، اما دوباره چرا این آیه رو خواندیم؟ به خاطر اینکه در ادامه آیه یک نکته خیلی اساسی رو گوشزد میکنه، میگه که ولا تتبعوا خطوات الشیطان. از غذا خوردن میگه بلافاصله از پیروی از شیطان نهی میکنه، پس حتما بین این دو تا یک ارتباطی هست. این نشان میده که غذای حرام خوردن، یعنی آدم به غذای خوردن مبتلا نمیشه مگر اینکه گول شیطان خورده باشه. ارتباط بله. پس یک ارتباط معنایی بین، ارتباط اساسی بین نوع غذا خوردن ما و اینکه پیروی چه کسی باشیم هست. بله. کسانی که اینا نشان میده که کسانی که به غذا خوردنشون دقت نمیکنه، امکان این رو داره که از خطوات شیطان پیروی کرده باشه. یک نکته. یک نکته دیگه این که در معنای شیطان گفته شده که یک معنایش موجودات موذیه، یعنی ابلیس مثلا. ابلیس فرد خاصی، شخص خاصیه که همون شیطان معروف باشه، ولی شیطان وقت مخصوصا وقتی با در قرآن ذکر میشه و همراه با الف لام اینا میان، یک معنیش میشه همون موجود موذی. ابلیس هم به این خاطر شیطان میگه که آزار رسانه، مخصوصا نسبت به بنی آدم موجود آزار رسانه. حالا وقتی اینجا از غذا خوردن خدای متعال صحبت میکنه بلافاصله خطوات شیطان بر میان میکشانه، احتمالا یک منظورش، یک مفهومش اینه که غذایی که میخورین طیب باشه، یعنی که از راهی که شیطان دستور داده، چه حلال باشه یعنی که از راهی که شیطان دستور داده تهیه نشده باشه. بله. طیب باشه یعنی اونم آزار رسان به شما نباشه،
بهداشتی باشه. اگر میکروبی باشه به شما آزار میرسانه، لذا اونم تبدیل میشه، در حالی که غذایه ولی تبدیل میشه به یک موجود موذی، یک موجود آزار رسان، و از نظر لغت تبدیل میشه به شیطان. بله. لذا وقتی که قرار باشه یک انسان مؤمنانه زندگی بکنه، به این نکات ریزم اگر دقت داشته باشه، حتما در غذا خوردنش از شر شیطان، چی شیطان به معنای اون شیطان گمراه کننده، چی شیطان به معنای موجود موذی، در امان خواهد بود. بله. همونطور که در اول برنامه هم عرض کردیم، امامان ما و پیشوایان ما برای از اونجایی که این دغدغه بزرگ را نسبت به پیروانشان و مطیعانشان داشته، این نکات ریز را در زندگی برای ما گوشزد کرده تا از اینها غافل نباشیم. در یک حدیث نورانی حضرت امیر سفارش میکنه که وابدع بالملح وختم بالملح. میگه که غذای تن مستحب، البته استحباب غذا هم هست، که وقت سر سفره میشینین اول یک ذره نمک بخورید، آخرش هم یک ذره نمک بخورید. من همینجا حالا یادم آمد یک خاطره تعریف کنم که علت این خوردن نمک من خودم نمیدونستم، چون در حدیث هم اشاره نشده، فقط دستور داده که با نمک آغاز کن. درست. یک وقتی با یک دکتر دندان پزشک هم سفر شده بودیم در یک مسیر شهری، یک مسیر کوتاهی، گفتیم حالا که همراهشون هستیم از تخصصش استفاده کنیم، چند تا سوال درباره بهداشت دندان پرسیدیم. حالا صحبتای شد اونجا، یک نکته شمی بود که رسید به اینجایی که گفت یکی از بدترین دشمنهای دندان ما اسید معده هست که زود خراب میکنه و میپوسانه. معمولا کسایی که اسید معده داره، مخصوصا وقتی که در خوابه و مخصوصا اوایل اواسط شب و دمدمای صبح، این اسید ترشح میکنه و وارد دهان میشه و دندونا رو میپوسونه. بعد میگفت که برای اینه که این معده ما درست کار کنه، حالا اگر صدای ما رو میشنوه امیدوارم که همونطور که شنیدیم ازش توضیح بدم، نقل قول کنم چون تخصص نداریم در این زمینه. درست. میگفت این که ائمه ما سفارش کرده که غذایتان با نمک آغاز کنین، یک دلیلش اینه که این چشمه های بزاق دهن ما خشک میشه گاهی وقتا. بله. بعد این بزاق دهن یک از خاصیت هاش اینه که اولا غذا را مرتوب میکنه که راحت بره پایین، راحت الحلقوم میشه بره پایین. و یک دیگه این که دشمن همون اسید معده. بله. این بزاق دهن، ولی گاهی وقتا حالا به هر دلیل این چشمه های بزاق خشک میشه، بعد برای فواران کردن یا برای فعال کردن این چشمه ها، یکی از بهترین راهش خوردن نمک است. در واقع تحریک میکنه ترشحات غدوات لعابیه رو. بله. لذا اون فلسفه ای که خوردن نمک برای سر سفره را از اونجا ایشون اینطوری توضیح میداد که وقتی این سفارش کرده، علتش اینه که اگر کسی چشمه های بزاق دهنش خشک شده یا آسیب دیده، میتونه با این نمک اونا را تحریک کنه تا بزاق دهنش ترشح کنه، که این پیامدهای زیبایی که این بزاق دهن برای غذا برای انسان و ارمغان میاره را از اونا بهرمند بشه. بسیار. لذا وقتی که به فرمایش حضرت معصومین مراجعه میکنیم، این چیزهای ریزی را که به ما گوشزد کرده، یک فلسفه کلان پشتش خوابیده. همونطور که اینجا حضرت فرمود با بسم الله شروع کن، برای اینکه در نام خدا شفا از کل دردها هست. در ادامه حضرت به جناب کمیل سفارش میکنه که یا کمیل و آکل الطعام ولا تبخل علیه فانک لن ترزق الناس شیئا والله یجزل لك الثواب بذلک. میگه که وقت غذا میخوری سعی کن تنها نخوری. بله. یکی را کنارت دعوت کن، یکی را کنارت بنشان. ضمن این که ما در سیره پیامبر بزرگوار اسلام هم داریم که هیچ وقت غذا رو تنهایی نمیخورد. مثلا در سیره حضرت ابراهیم هم داریم که هیچ وقت غذا رو تنهایی نمیخورد، سعی میکرد حتی منتظر میمون که یک مهمان پیدا شه، یک کس پیدا شه تا با هم غذا بخوره. بله. بله. در ادامه حضرت میفرمایه که احسن علیه خلقک. وقتی کسی را کنارت نشاندی، ما به این چیزا ممکنه گاهی وقتا دقت نداشته باشیم، ولی حضرت اینا رو به ما یاد میده. میگه وقتی کسی را کنارت دعوت کردی و با او هم سفره شدی، هم غذا شدی، رویت را ترش نکن، با او خوش رفتار و خوش خلق باش، برای اینکه اون غذا برایش دلچسب و دلپذیر باشه. بله. بسیار. و میفرماید که و بسود جلیسک و با او گشاده روی باش، خندان باش، خوش خلق باش،
گاهی وقتا ممکنه یک چیزی داریم تحت عنوان مهمان ناخوانده یا کسی که سر سفره ما ناخوانده حاضر میشه، این نکات در نظر نداشته باشیم. درست. ولی حضرت این نکات به ما یاد میده تا زندگی برای آدم لذت بخش باشه، گوارا شه. خیلی استفاده کردیم، ان شاءالله که همیمان عامل باشیم. این نکته رو هم بگیم که در این روزها همه دنبال خوشبختی یا آرامش در زندگی هست، وقتی این چیزا رو رعایت میکنیم زندگی برای آدم میشه لذیذ و شیرین. در واقع عمل کردن به همین ظرایف و نکات لطیف هست که زندگی ها را گوارا می سازد. انشالله که همه من حیث یک شاگرد مکتب اهل بیت علیهم السلام این پیام های زیبا را از شما دریافت بکنیم و عمل بکنیم. از جان بیننده از همراهیتان سیمانه تشکر می کنم. انشالله که خداوند متعال ما را در مسیر عمل کردن به این دستورات حیات بخش و سعادت آور کمک بکنه. ربنا وفقنا لما تحب و ترضا. خداوند حافظ و نگهدار همه تان باشه.